ماجرایی که به تصویر در اومده مربوط به زمانیه که کشور سوئیس زیر نظر کشور همسایش اتریش قرار داشت. در همون زمان در پای کوههای آل یه شکارچی زندگی میکرد که اسمش ویلیام و فامیلیش تل بود. تل زن و دو فرزند داشت، جیمی یه پسر شجاع و دختر مهربونش ماری. باز نشد، خطا رفت. هی، تو نمیتونی درست بزنی. حالا به من نگاه کنین. تیراندازی تل و نشانگیریش در تمام دهکده بی‌رقیب بود. درست وسط هدف. بیای میوه بخوری. وای چی زیبایی ماری. ماری به من نگاه کن، ببین، نگاه کن. آی 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 سرم. خانواده تل خوشحال بودن و همیشه میخندیدن. خصوصا وقتی فصل درو میشد، قیافه دهکده از شادی اهالی به کلی تغییر میکرد. کشاورزا از محصول فراوون بیش از حد راضی به نظر می اومدن. علت این خوشحالی زیاد به خاطر بارون بود. با تمام اینا تنها مشکل اونا گسلر حاکم شریر اتریش بود. حالا وقت جمع کردن مالیات هست. گسلر مالیات های سنگینی برای افراد دهکده وضع کرده بود. اون از اهالی که دیگه طلا نداشتن آرد، گندم یا هرچه دم دستشون بود میگرفت. مردم دهکده کاری نمیتونستن بکنن جز اینکه از تهدیدات گسلر به خود بلرزند و بترسند. جناب حاکم، من یه مادر پیر و علیل دارم که باید ازش نگهداری کنم. به من رحم کنید و نصف مالیاتو بعدن بگیرید. چطور سرعت میکنی یه همچی حرفایی بزنی؟ گستاخ! تأخیر در پرداخت گسلر حریص و بی‌اندازه خشمگین میکرد. وقتی که مردم نمیتونستن مالیاتاشون رو بپردازن، اونا رو میبردن و به بیگاری وادار میکردن. هنوز کافی نیست. شما تنها نصف چیزی رو که من انتظار داشتم جمع کردین. قربان، ناراحت نباشین. گوسفندا رو به جای مالیات جمع میکنین. خیلی خوبه. برین همه رو ازشون بگیرین. گوسفند به جای مالیات اهالی رو متعجب کرده بود. برای مردم گوسفند خیلی اهمیت داشت. با ارزش ترین داراییشون بود، زندگیشون بود. برین بازم گوسفند بیارین. گوسفند چاق چاق. خواهش میکنم، همینقدر بسه. اگه تمام گوسفندا رو بگیرین، اهالی دیگه هیچ وسیله ای ندارن که زندگی کنن. بذارین با بقیه گوسفندا به زندگیمون ادامه بدیم. معطل نکن، زود باز تحویلشون بده. خواهش میکنم. همین یه دونه برام بمونه. باش. اونا به جای مالیاتن، گوسفندا رو تحویل بدین. و بعد با خشونت بهشون حمله کرد. تا کی هستی اونجا؟ چیکار میکنی؟ بیا بیرون. ویلیام تل. ویلیام تل. ویلیام تل. دست از این همه ظلم بردار. تل، دست نگه دار. گسلر یه مرتبه در مقابل قدرت ویلیام تل جا خورد، ولی براش نقشه کشید تا اونم سر جاش بشونه. بنابراین یه مسابقه تیراندازی برگزار کرد تا به سوئیسیا، مخصوصا به ویلیام تل بیباک، ثابت کنه که در مقابل افراد تعلیم دیدش یارای مقاومت نیست و همه باید ازش اطاعت کنن. Ha, 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 ha.
کی میتونه با این سرباز من در هدفگیری مسابقه بده؟ من اونو به مبارزه میطلبم. تل آماده تیراندازی شد. ها ممکن نیست در هدفگیری حریف سربازای من بشی. اولین سرباز گسلر با سری افکنده کنار. نه باورم نمیشه، خیلی عجیبه. ویلیام تل با تیراندازی ماهرانش گسلر رو سخت خجالت داد. گسلر برو سر جاد و اهالی رو به حال خودشون بذار. تل من اینو فراموش نمی کنم. افراد به دنبال من. مردم دفکده خیلی خوشحال شده بودن. قربان حالا که نمیخواین در انظار ظاهر بشین، بهترین کار به نظر من فرستادن کلاتون بین اهالیه. تل و بقیه ناچارن بهش تعظیم کنن. از این چلا شکست میده. از امروز شما این کلاه رو به عنوان حاکم باید در نظر بگیرین و با احترام در مقابل اون تعظیم کنی. کی این فکر احمقانه رو کردی؟ ساکت باش، تو چطور جرأت میکنی از فرامین حاکم سرپیچی کنی؟ راحتش بذار. تل این دستور حاکمه، همه باید در مقابل اون کلاه تعظیم کنن، فهمیدی؟ ما از این کارهای احمقانه هرگز نمی کنیم. ای گستاخ، تو به حاکم توهین کردی. صدای تو به صدای عملت میرسه. حرکت کنین، ویلیام تل خودم شکست میدم. حرکت. حاکم داره میاد. تل، روش های دیگه هم هست که تو رو به زانو در میاره. خیلی خوب، افراد پسر تل ببرن پای درخت و یه سیبم بذارن رو سرش. چه نقشه‌ای داری؟ حالا میفهمی. خب تل، اگه تو یه تیرانداز بی نظیر هستی، باید بتونی اون سیبی که رو سر پسرت بزنی. منظورت چیه؟ اگه موفق بشی سیب رو سر پسرتو هدف قرار بدی، جرمی که مرتکب شدی میبخشم. پدر، این کار برات خیلی ساده است. بذار مهارتتو ببینن. چه پسر با شهامتی. به تماشا کنیم صحنه ای رو که پسری به دست پدرش کشته میشه. چی شد؟ پس چرا مهارتتو نشون نمیدی؟ احساس پدرانه ویلیام تل نمیذاش تیر و کمانو به طرف پسرش نشونه بره. تل جرأتت رو از دست دادی؟ پدر، به طرفم نشونه بگیر، من نمیترسم. زود باش، اگه این کارو نکنی جون هر سه شما رو میگیرم. نه، من جرأتم از دست ندادم. بالاخره تل تصمیمشو گرفت، کمانو نشانه رفت. این تنها راه نجات بود. خدای من. جیمی اومد. پسرم. پدر، عالی بود، تو کار بزرگی کردی پدر. عالی بود پدر. پسرم، خیلی خوشحالم. پدر، من واقعا نترسیده بودم. پسرم، تو واقعا شجاعت زیادی داری. پدر، گسلر. تل لعنتی، آماده باش که کشته بشی. گسلر، تو هم آماده باش. سرانجام گسلر شرور و ظالم به دیار عدم رفت و اهالی با شادی بسیار جشن مفصلی گرفتند.
مردم خانواده تلو به خاطر این کار شجاعانه و به مناسبت از بین بردن یسر ظالم و بازگردوندن آرامش به دهکده ستایش کردند.